سلام دوستان گل، حالتون چطوره؟ امیدوارم که هر جایی هستی سالم و سلامت و لبتون خندون باشه. اومدیم بازی با ایتالیا، بازی هارت آف آیرون 4 بدون مال، همون بازی اصلی. در واقع ما تو این قسمت میخواییم که در واقع پاپ رو بیاریم و با پاپ به کل دنیا ما حکومت بکنیم. برای این کار لازمش اینه که ما نیروهامون رو از اتیوپی در بیاریم، نیروه همه خارج بشن بلافاصله بدون هیچ مکسی. و اینجا یه قسمت داریم که ویدرا بزنیم، ولی خب قبلش ما این قسمت رو انجام میدیم. 35 روز طول میکشه، کارخونه‌های شهری میسازیم. خوبه، خیلی کارخونه شهری قراره بسازیم، ولی خب اشکال نداره. حداقل خوبی بازی عادی اینه که نه لگ داره، نه چیزی داره، نه چیز خاصی داره. دوباره گفتم ما اینجا ریسرچ اسلات بعدیمون رو اینو میزنیم، ساب میکنیم که نیروهامون در واقع از اتیوپی خارج بشن. ما تمام نیروهای دریاییمون رو هم استک میکنیم، همه رو هم. آهان، این از این، همه تون با هم بشید. برو بریم هواپیما، تیاره هامون، تیاره هامون هم همه رو میاریم سمت روم. مسعوده حمید نژاد، واتیکان، روم. اوکی، این از این، نیروهامون تخلیه شدن. 15 تا پولیتیکال پاور میخوایم تا جنگ اتیوپی تموم بشه. آهان، این هم از این. خب ما این قسمت رو میزنیم، ما اینو نیاز داریم دقیقا، و ما این فوکسیریا رو انجام دادیم. عالی، پولیتیکال پاور کمتری دریافت میکنیم به خاطر اینکه جنگ رو تموم کردیم. اشکال نداره. ما اگه بتونیم هیستوریکال فعاله، یعنی که آلمان خیلی با سرعت به استرالیا اعلان، یعنی استرالیا رو زمیناشو میگیره، ما هرچه سریعتر اگه بتونیم در این قسمت، کدوم قسمت؟ این بتونیم با اتریش حمله بکنیم خوب میشه، اگه بشه. حالا کار نداریم. آها، کارخونای نظامیمون، هواپیمامون رو کنسل میکنیم، فعلا هواپیما نمیسازیم. این کافیه، یه چند تا از اینا، توپخونه هوایی، زمینی و چیزای دیگه. اینو 3 تا 4 تا اسلحه انقدر، تانکمون باشه، یه دونه هواپیما هم اضافه بکنیم عالی تر هم میشه. این خوبه، این فعلا یه دونه باشه بسازیم دیگه. اینم از این، دیگه چیزی نیست که، یه قطار هم بذاریم برای رفع کتی. میذاریم این کشتی جدیدمون همشون ساخته بشن، اشکال نداره. بعد از اون با سرعت میریم سراغ کشتی های در واقع زیر دریایی. خب صبر بکنیم تایم بره. با این قسمت ما پولیتیکال پاور میگیریم، پولیتیکال پاورهای زیادی رو نیاز داریم. 150 تا میخوایم که اول این قسمت رو بزنیم، ایدئولوژیمون در واقع غیر متعهد بشه. میتونیم تو این تایم هم کشتیمون، کجا لنگر انداختن؟ ای وای، شما اینجا چی کار میکنین؟ باشید بید اینجا، بودو 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 بودوید کشتی رو بیان اینجا. اصلا نفت نداریم، اوضاع خیلی خرابه. ریسرچ هامون رو انجام میدیم. میگم خوبی این مود اینه که، هم مود که نیست در واقع، بازی عادی اینه که سریعتر همیشه انجام میشه. عالیه اصلا نگم براتون. خب ما دیلی فاشیست نه، این نه، هنوز نرسیدیم. بعد این قسمت ها رو کامل بکنیم، بعد از اون به راحتی میتونیم این کار رو انجام بدیم. باید موسولینی رو در واقع زندانیش بکنیم. چقدر نفت داریم؟ 43,000 تا نفت کمی داریم. کارخونه همون فعلا دارن ساخته میشن، ولی سرعتشون زیاد بالا نیست. آهان،
اینم از این بنیتو موسولینی زندانیش میکنیم، قرار پاپ رو به قدرت بیاریم. اون قسمت کجاست؟ آها اینه. اینم از این. ما روی این سمت کارخونه تمرکز میکنیم. دیگه چی داریم میتونیم؟ ثبت میکنیم که این قسمت یه دونه چیزای خوبی داره. نه 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 نه، میریم تو قسمت وار اکونومی، این عالی تره. موسولینی رو الان زندانی میکنیم و بله حکومت ما در واقع عوض شد. خب اینو 25% میخوایم، اینجا چیزی نداریم و بلافاصله میریم روی کارخانه سازی. اینم این قسمت رو میزنیم، عالی. اینجا قسمت های خاصی نداریم، پولیتیکال پاور جمع کردیم، بلافاصله این قسمت ها رو میزنیم که هم استابیلیتی بیشتری بگیریم، همین که ایدئولوژیمون بیشتر و بیشتر بشه. اینم از این. چرا ریسرچمون رفت؟ او پی مامون رو آپگرید بکنیم، قرار فایترهای خیلی زیادی رو بسازیم. فعلا نه، پولیتیکال پاورامون رو نگه میداریم برای یه سری کارهای دیگه، مثلا همین در واقع دموکراسی رو از بین ببریم تو کشور و این قسمت بیشتر و بیشتر بشه. ایول، دقیقا تقریبا همه کارها رو کردیم و کارخونامون رو داریم با قدرت میسازیم. جنرال هامون رو آپگرید بکنیم حداقل. ایول، فعلا دست به نیروهامون نمیزنیم، هرچند که نیروهامون رو قرار آپگرید بکنیم. فعلا همینجوری خوبه. چی دیگه بریم سراغش خوب باشه؟ چیزی داریم؟ خیر. بریم تو قسمت این. خوبه، عالی. کارخونه های زیادی رو دریافت بکنیم، تولیداتمون بره بالاتر. الان همه چی عالیه. در واقع 4 اکتبر سال 1936 هستیم و کارخونه‌مون داره ساخته میشن. موسولینی رو پرت کردیم بیرون و قرار پاپ رو به قدرت بشونیم که اینم یکم تایم میبره به قدرت نشوندنش، هرچند که خیلی سریع میتونیم این کارو بکنیم. الان داره نزدیک 25% میشه و ما میتونیم دموکراسی رو از بین ببریم تا این کارو بکنیم که نیازی نیست واقعا. این قسمت هم انجام شد. میایم رادیو سازی. این هم از این. چند درصده؟ 25% شده، پس ما میتونیم این قسمت رو انجام بدیم. آها الان میشه، عالی. خیلی زود این حرکت رو انجام دادیم. اینجا میتونیم یه سری کارخونه ها رو اضافه بکنیم. یه منفی 5% بود. پولیتیکال پاور هم میتونیم بگیریم، پولیتیکال پاور بگیریم. 18 تا کارخونمون داره در واقع کار میکنه و داره ساخته میشه. این قسمت هم انجام شد. باریکلا به این سرعت پیشرفت. وضعیت اسپانیا به چه صورت؟ جنگ داخلی؟ این قسمت انجام شد. اوکی. خب دیگه نمیتونیم پیشروی بکنیم تا 50%. دوباره میایم تو قسمت اکونومی. اکونومیمون رو قوی تر میکنیم به مدت 3 سال. الان همه چی عالیه. اون یکی پرید. ای بابا، اشکال نداره. یه 120 خورده پولیتیکال پاورمون از بین رفت. رفته کلا. خب اشکال نداره. در حال حاضر ویتوریا ایمانوئل ترد حکومت رو در دست گرفته. بونجور موسیوق. همین الان جاتونم خالی ماکارونی زدیم، مثلا همه چیز در دست دست هم داده که ما با ایتالیا بشینیم بازی بکنیم. میتونیم نیروی دریاییمون رو در واقع یکم ترین بکنیم، اکس بی بگیریم. خوبه. 55 روز میتونیم این کار رو انجام بدیم. بعد از اونم میتونیم نفت وارد بکنیم از آمریکا. عالی، همه چی فعلا عالیه و ما
در واقع میایم تو قسمت ساب مارین ها و اینا رو آپگرید میکنیم. واقعا زیر دریایی خیلی مهمه، خیلی خیلی مهمه. این هم از این کشتی تجاری، کشتی تجاری هم میسازیم. خب چه خبره دنیا؟ ما این قسمت این خوبه دیفنس بهمون اضافه بشه. رادیومون ساخته شد، بلافاصله این قسمت رو ما میزنیم. سریع آپگرید های این قسمت ها رو انجام بدیم، تولیداتمون بیاد بالا. 8 روز دیگه کلا نفت داریم، پس اینو باید کنسل بکنیم عملا و نفتمون تمام شد. نفتمون عملا ته کشید. ریسرچ اسلات بعدیمون رو هم باز بکنیم. جنگ چین کم کم دیگه فکر کنم یا شروع شد، نه هنوز شروع نشده. اوکی اینجا چیزی داریم برگردونیم؟ نه هیچ کدومش به درد ما نمیخوره. منتظر میشیم این 50% بشه. برای 50% شدنش هم دموکراسی چقدر داریم؟ آنتی فاشیست ریت این عالیه. اینم بتونیم 150 تا پولیتیکال پاور بدیم، خیلی سریعتر حکومت ما غیر متعهد میشه. فعلا 34% راه رفتیم، یه 16% مونده. خب اینم از این. چی آپگرید کنیم؟ اینم خوبه. ای کاش میرفتم. اشکال نداره. البته فکر کنم ریسرچش رو انجام دادم، نه؟ آره انجام دادم. اوکیه. هیچ مشکل نداره. سی روز دیگه در واقع میتونیم اسلحه‌های سنگینی رو هواپیمامون قرار بدیم. الان عالیه. ریسرچ اسلات بعدیمون رو هم باز کردیم. این طرف فعلا چیز خاصی نداریم. این قسمت رو باز بکنیم بعد ببینیم میتونیم اتریش رو بگیریم. جنگ چین و ژاپن رو هم آغاز شد. این طرف 150 تا بزنیم. عالی. 37% راه رفتیم. این طرف هم یه ریسرچ اسلات جدید، این رو میزنیم. اون قسمت هم انجام شد. آپگرید بعدیمون رو میاییم سمت توپخونه هامون، چون قراره بر اساس توپخونه ما حمله بکنیم. کارخونه هامون همچنان دارن ساخته میشن، میتونیم یکی دو تا دیگه اضافه بکنیم و بعد از اون کارخونه های نظامیمون رو اضافه میکنیم. این قسمت رو من انجام بدم. خوب چقدر پولیتیکال پاور داریم؟ دموکراسی رو بتونیم؟ خب نه، اینو میزنیم که عملا سریع ما 50%مون فول بشه. با قدرت داریم در واقع ایدئولوژی رو عوض میکنیم. قرار پاپ رو بیاریم سر کار. خب دو تا ما کارخونه داریم. من توپخونه خیلی نیاز دارم. اینم من 5 میکنم. خب اینو فعلا نمیرم. 50%ش هم هنوز طول میکشه. اینجا ما نیروهای اینو بزنم. باید واردات بکنیم. از پرتغال تنگستن وارد میکنیم در واقع. اینم اینو میزنیم. عالی. اینجا آپگرید های خاصی رو نداریم. اولا همه چی رو انجام دادیم. چند درصد شد؟ 43. 11% اینجا داریم، میتونیم سری سرکوبشون بکنیم. توپخونه هامون رو ساختیم، هواپیما ساختیم. میایم سراغ این قسمت. اینجا میتونیم دموکراسی رو بند بکنیم، یکم سریعتر پیشرفت بکنیم. داره 48%. عالی. خب این طرف ما چی آپگرید بکنیم؟ نفتمون رو آپگرید میکنیم. در حال حاضر پیشروی خاصی رو نکردیم. این ورم داریم هنوز اتیوپی رو. در واقع فعلا داریم کارهای سیاسیمون رو انجام میدیم. همه چی عالی داره پیش میره. هیچ قصه ای هم نداریم.
نوامبر سال 1937 هستیم. 50% شد 49. این تمام شد میشه دیگه. 100 تا پولیتیکال پاور داریم. بس ببینم چی میتونیم اضافه بکنیم. چیزای خوبی بده بهمون. خب این قسمت 50% شد. این فوکسیریمون باید انجام بشه. بنازم بودو. این قسمت آفرین. Power to the king. این قسمت ها رو همه رو انجام بدیم. هرچند که اینو باز زودتر از اینو میرسیدیم، حالا اشکال نداره. توپخونمون رو آپگرید میکنیم. اینجا باید دیگه عملا هواپیمای زیادی بسازیم. من 30 تا هواپیما میدم دیگه. بعد از این کلن میریم سمت کارخانجات نظامی. این از این حکومت رو من عوض بکنم، بعد برم سراغ چیزای دیگه. من اینو اول بزنم. خب هر کدوم که منفی میده، فعلا هیچ کدوم نمیده. اتریش هم ملحق شد به آلمان و ما نتونستیم کاری از پیش ببریم، سهمی داشته باشیم. اینجا ما میتونیم اینو بزنیم دقیقا و باز هم پولیتیکال پاور داریم. هواپیمامون رو اینجا آپگرید بکنیم دقیقا. چه اتفاقی افتاد؟ آها، جنگ اسپانیا عملا تموم شد. خیلی هم عالی. ما میتونیم این رو بزنیم که فعلا نه، این کار رو نمی کنیم. این کار حرامه. فوکسیری هم انجام شد. در واقع ما میخواییم پاپ رو به سرعت به قدرت بنشونیم. ما همه اینا رو عوض میکنیم، میزنیم تو این و میاییم سراغ در واقع نیروهای زمینیمون. یه آپگرید میکنیم دقیقا و اینو چنج میدیم آیکونشو به این. آماده جنگ میشیم عملا. کم قرار به یوگوسلاوی اعلان جنگ بکنیم. وضعیت به چه صورته؟ هواپیمامون داره ساخته میشه. یه کارخونه هم از پرتغال میگیریم. 150 تا پولیتیکال پاور داریم. چی رو اضافه بکنیم؟ اون نیروی هواییمون خوبه. آپگرید هامون رو همه رو داریم انجام میدیم. پاپ رو داریم آماده سازی میکنیم بیاریمش تو قدرت. الان وضعیت چطوره؟ میتونیم الان نیاز به پولیتیکال پاور داریم. وضعیت همه چی عالیه. عالی داریم پیش میریم. این طرف ما نیروهامون رو میاریم این قسمت. در واقع این جنرال رو بهش میدیم. ما بقیه رو میاریم به این و ما از اینجا قصد پیشروی داریم. آهان، برید بابا. من یه فیلد مارشال هم بهشون بدم. فیلد مارشال های ایتالیا واقعا ضعیفن. ما میتونیم پاپ رو بیاریم سر کار ولی فعلا نه، این کار رو نمی کنیم. این سری آپگرید هامون رو انجام بدیم، بعد از اون این کار رو انجام میدیم. خب پولیتیکال پاور جمع شده. ما میتونیم دقیقا این کار رو انجام بدیم که قدرت بیاد. His Holiness پاپ مقدس رو بیاریم سر کار. ما ظاهرن میتونیم نیروی جدید آپگرید بکنیم. دقیقا عالیه. میتونیم نیروهای جدیدم بسازیم که عملا جنگ با یوگوسلاوی مشکلی نداشته باشیم. چون اگه با یوگوسلاوی وارد جنگ بشیم با رومانی هم وارد جنگ خواهیم شد. دیگه فعلا کافیه.
عملا میتونیم به در واقع یوگوسلاوی اولتیماتیوم بدیم، اولا آماده جنگ بشیم. خب نیروهای ما اولا با تمام قوا حمله بکنید، همه چی هم دارید دیگه، فقط آره همه چی دارید، عالی. کارخونمون داره با قدرت ساخته میشه، ما میتونیم پاپ رو بیاریم سر کار، ولی فعلا نیازی به این کار نداریم. قسمت ها رو همه رو انجام بدیم. واقعا خوب داریم پیشرفت میکنیم، هواپیما داریم میسازیم، همه چی داریم میسازیم. آلبانی رو زمینه خاک خودمون بکنیم. نیروهای جدید ساخته بشن، آلبانی رو هم میاریم زمینه خاک خودمون میکنیم. شما بید اینجا یه دونه ازتون ساخته بشه، ما میتونیم بزنیم توپخونه هامون. اینجا میتونیم آپگرید در واقع کارخونه ها ریسرچ هامون زودتر ساخته بشن. آلبانی زمینه خاک ما شد. الان کاری که ما میکنیم، میایم تو این قسمت نظامی. آهان دقیقا همون چیزی که من میخواستم. نیرامون بیان این سمت، کشتی هامون هم بیاریم اینجا. البته 37 تا کشتی جدید هم ساختیم، همتون یکی بشید، بیاید این ور. عملا تا اینا آماده بشن من اولتیماتیومو بفرستم به آخ 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 75 تا پولیتیکال پاور میخوام، پس من اینو کنسل میکنم، سریعتر پولیتیکال پاور بگیریم، اولتیماتیومو بفرستیم به سمت یوگوسلاوی. یا قبول میکنن یا اینکه نمیکنن، غیر از این دو حالت حالت دیگه ای نیست. بچه ها آماده جنگ بشین. عالی، هواپیمامون رو هم در واقع همه رو آوردیم به این جنرالمون میدیم. اولا همه جا رو بزنید، بتره کنید. عالی، آماده جنگ با یوگوسلاوی میشیم. خب اینم از این. برای اینکه ویدیو طولانی نشه، بازم مثل همیشه پارت بندی میکنیم. امیدوارم که از این ویدیو خوشتون اومده باشه. لایک و کامنت و سابسکرایب فراموش نشه. دم تک تک کسایی که ما رو حمایت میکنن گرم. به زودی میبینمتون.